محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با من هستن. آقای ماشینچیان، در مورد این گسترش اعتراضات صنفی به کارمندان بانک‌ها که خب معمولاً در رده طبقه متوسط هم تو متوسط رو به بالا همیشه ازشون یاد میشه، از شما بیشتر بشنویم. درود بر شما. یه نکته‌ای که دونستنش شاید برای بینندگان جالب باشه این است که در بانک پنهان کردن اطلاعات کار بسیار دشواریه، به خاطر اینکه همه به سیستم کور بانکینگ دسترسی دارند و یک تلر معمولی در یک شعبه دور افتاده میتونه خیلی راحت حساب و دخل و خرج رئیس شعبه یا حتی مدیر عامل بانک رو در سیستم چک کنه. در نتیجه تبعیض در توزیع فرصت‌ها و درآمد و مزایا و پاداش و غیره در بانک‌ها خیلی بیشتر از سایر ادارات و سازمان‌ها به چشم میاد و خیلی سریع‌تر میپیچه در داخل سازمان. نکته ای که باید در نظر داشت این است که فرصت ها و امکانات در بانک ها به صورت مساوی بین کارکنان توزیع نمیشه. همینطور حجم کار، ساعات کار و مسئولیت کارمندان شعبه ها به هیچ وجه قابل مقایسه با کارمندان ستادی نیست. داخل شعبه دوباره یک اختلاف بزرگی وجود داره بین رئیس و معاون شعبه و تلرها. این در حالی است که کار تلرها بسیار سنگینه و استرس و مسئولیت زیادی داره. تلرها اگر کوچکترین اشتباهی مرتکب بشن یا صندوقشون کم بیاره باید پاسخگو باشن. در مقابل مدیران عالی و اعضای هیئت مدیره که خیلی اوقات نسبت به کارمندان بانک تجربه و سابقه کمتری هم دارند و انتخابشون معمولا حاصل بازی‌های سیاسی و خط و ربط‌های حکومتیه، نه تنها چندین و چند برابر کارمندان شعبه دستمزد می‌گیرن، بلکه در بعضی بانک‌ها هر سال پاداش و دستخوش‌های سخاوتمندانه‌ای برای خودشون تصفیه می‌کنن. این در حالی است که کارمندان بانک‌ها هم مثل بقیه مردم از وخامت شرایط اقتصادی کشور آسیب می‌بینند و نگران هستند و شرایط بحرانی بانک‌ها هم به این موضوع به این نگرانی‌ها دامن می‌زنه. خیلی ممنونم. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی با من بودین امروز.